حضور سنگین نیروهای امنیتی با ادامه اعتراضات در چند شهر ایران. احمد خاتمی میگوید فضای مجازی آتش بیار معرکه بود. موضع‌گیری آمریکا درباره ناآرامی‌ها در ایران. شورای امنیت تا ساعتی دیگر نشست اضطراری تشکیل می‌دهد. خبرها از ایران هاکی است که پنجشنبه شب هم بعضی شهرها صحنه تجمعات بود، از جمله در سنندج، گوکان، کامیاران، دسفول، اهواز و رشت. تظاهراتی که در این 8 روز گهگاه به خشونت کشیده شد و تا اینجا باعث شده دست کم 21 نفر جانشان را از دست بدهند. بیش از 1000 نفر هم بازداشت شدند. از سوی دیگر برای سومین روز حامیان حکومت به خیابان رفتند. در همین حال بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی خارج از ایران از رهبر و رئیس جمهوری خواستند صدای مردم را بشنوند و از متصل کردن این تظاهرات به عوامل خارجی انتقاد کردند. پنجشنبه 14 راهپیمایی به صورت بودیم این شعار. در رشت، دسفول، اهواز، سنندج، بوکان، کامیاران تجمع بوده. کرمانشاه است. و شهرهای عراق، شیراز، کرمانشاه و زنجان و تهران جو امنیتی شدیدی داشتند. با وجود اینکه فرمانده سپاه پایان اعتراضها در شهرهای مختلف را اعلام کرد، بعضی شهرها شاهد حضور گسترده ماموران امنیتی هستند و اعتراضها به صورت پراکنده و در شکل‌های مختلف در چند شهر ادامه داشته است. عراق، شیراز، کرمانشاه، زنجان و رشت جو امنیتی شدیدی داشتند. تصاویر تظاهرات در خیابان جمهوری تهران بدون اینکه بتوان تاریخ دقیق آن را مشخص کرد، چون تمام رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به شدت کنترل می‌شوند و اینترنت سرعت کمی دارد یا در بعضی جاها به کلی قطع شده. به طور دقیق نمی‌توان تایید کرد در چه شهرهای تظاهرات برگزار شده. محکومیت اختشاش را تأخیر تظاهرات کردند. در مقابل تلویزیون حکومتی ایران تصاویر زیادی از تظاهرات حامیان حکومت در شهرهای مختلف را پخش می‌کند، از جمله تبریز و به دنبال آن آواز ترکی، موضوعی که اعتراض به صدا سیما را حتی به داخل این رسانه کشان. در گفتگوی زنده شبکه 4، صدا سیما در قلمروی به خصوص در قلمروی سیاسی به طور سیستماتیک دروغ میگه و عرض کنم که حتی در بازپخش این برنامه انتقادهای حسن محدثی حذف نشد، چیزی خلاف روال معمول صدا و سیما. اعتراض‌ها در خارج از کشور هم ادامه دارد. 59 هنرمند ایرانی خارج از کشور در بیانیه‌ای از این اعتراض‌ها حمایت کردند. در بیانیه 133 فعال سیاسی و مدنی نام افرادی چون محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، جمشید اسدی و فرخ نگهدار دیده می‌شود. احمد خاتمی در نماز جمعه امروز شبکه‌های اجتماعی را متهم کرده و گفته وقتی فضای مجازی بسته شد فتنه فروکش کرد، در حالی که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک یک نظرسنجی در حساب توییتر خود منتشر کرده و 88% شرکت کنندگان در این نظرسنجی میگویند تلگرام در وضعیت قبلی خود به فعالیت ادامه دهد و فقط 9% میگویند با حذف کانال‌های مروج خشونت، تروریسم، نفرت پراکنی و مستهجن دوباره فعال شود. آقای آشنا در جواب نیما اکبرپور خبرنگار بی بی سی که پرسیده هدفش از این نظرسنجی چیست، نوشته کار من تصمیم سازی است نه تصمیم گیری. اگرچه نمونه و پاسخ دهندگان این نظرخواهی لزوما معرف جامعه نیستند، اما امیدوارم دیدگاه آنان را منعکس کنم. من بسیج نوایی هستم. در حوادث اخیر فهمیدم که من محافظ دین، ملت یا میهن نیستم. این هم ویدیویی که به نظر می‌رسد یک بسیجی را نشان می‌دهد که با آتش زدن مدارکش از معترضان حمایت می‌کند. شهریار سیامی، بی بی سی. جمشید برزگر همکارم اینجا با ما هست. جمشید، وقتی به این 8 روز نگاه می‌کنیم می‌دونم در واقع پیامدها و نتایج متفاوتی میشه ازش گرفت، اما در فرصت کوتاهی که داریم به چه نکات برجسته می‌تونه اشاره بکنی که چه دستگیرمون میشه حالا؟ خب همونطور که گفتید ادامه اعتراضات الان به هر حال ما رو در موقعیت بهتری نسبت به چند روز پیش قرار داده که بتونیم یک تصویر کلی‌تری به دست بیاریم با توجه به شعارهایی که داده شده، نحوه برخوردی که با معترضان صورت گرفته و واکنش‌هایی که نسبت به این اعتراضات روی داده، میشه به یک جنبندی کلی در این مرحله رسید. در چند ویژگی اصلی داره خود
این اعتراضاتی که گستردگیش و پراکندگیش هست در سطح کشور، از این زاویه حتی با اعتراضات سال 88 قابل مقایسه نیست. یعنی در دوره 39 سالی استقرار جمهوری اسلامی از این جهت بی سابقه است که از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، در شهرهای بزرگ و کوچک چون این اعتراضاتی برگزار بشه. ویژگی دومش ماهیت اعتراضات و خاستگاه اجتماعی معترضان هستش. به نظر میرسه که این اعتراضات بیش از هر زمان دیگر، بیش از هر نوع اعتراض دیگری، خصلت ضد حکومتی پیدا کرده و کلیت نظام جمهوری اسلامی رو در واقع مورد هدف خودش و انتقاد خودش قرار داده و خاستگاهش طبقه فرودست جامعه و همینطور بخشی از طبقه متوسط هست که در سالهای اخیر ضعیفتر از هر زمان دیگه ای شده. تأثیر عمده‌ای که میشه گفت بر جا گذاشته تا همین الان مشهود هست، در واقع تغییر نقشه سیاسی و آرایش نیروهای سیاسی است. همونطور گفتم با توجه به شعارهایی که داده شده و اینکه هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب حاکمیت هدف شعارها بودند، به نظر میرسه که یک نیروی سومی عملا وارد عرصه شده که در اون گفتمانی که در و یا اون چارچوبی که در دو دهه گذشته حاکم بوده، یعنی منازعات جناحی در اون حاکمیتی، دیگه نمی گنجه و باعث این یک شکاف جدید شده. یعنی الان دیگه شکاف بین اصولگرایان و اصلاح طلبان نیست، شکاف بین کسانی است که در ادبیات جمهوری اسلامی به ساختار شکنان معروف هستند، یعنی کسانی که خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هستند، و کسانی که مدافع باقی ماندن نظام هستن، حالا چه اصلاح طلب باشن و چه اصولگرا. الان به نظر میرسه که شکاف اصلی این خواهد بود. برای این نیروی سومی که بهش اشاره کردی، فکر میکنید که دو جناح اصلی چه کار خواهند کرد؟ به هر حال یا باید سعی کنن اینها رو در خودشون جذب کنن، یا اینکه نمیتونن و اون نیروی سوم همچنان باقی خواهد ماند؟ ببینید، بخش زیادی از این صحبتی که ما میکنیم در گروه این هست که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. یکی این نکته، اگر ادامه پیدا بکنه این تأثیرات شدیدتر و زودتر در واقع خودش رو نشون خواهد داد. و نکته دوم این هست که حکومت چه برخوردی خواهد کرد با معترضان. برخورد مسالمت آمیز میتونه در واقع این نتایج رو به تعویق بیاندازه یا اصلا منتفی بکنه. برخورد خشونت آمیز ممکنه در کوتاه مدت به نوعی آرامش نسبی بیانجامه، اما احتمالا در میان مدت و دراز مدت باز شاید اعتراضات مشابهی خواهیم بود. ولی فکر میکنم به هر حال در همین تا همین جاش هم یک تأثیرات قطعی بر رویکردهای مخصوصا اقتصادی دولت باقی خواهد گذاشت. جمشید، متشکرم ازت. جمشید برزگر، اگر شما مایل هستید میتونید از مشاهدات خودتون از نارامی ها و فضای امنیتی شهرهایی که در اون زندگی میکنید برای ما فیلم یا عکس بفرستید. از این سه راه که میبینید میتونید با ما در تماس باشید، تلگرام، واتساپ و همینطور آدرس ایمیل، که میتونید از مشاهدات خودتون برای ما فیلم یا عکس بفرستید. اما در خصوص تحولات در ایران، در همین حال آمریکا خواستار تشکیل نشست ویژه شورای امنیت برای بررسی تحولات ایران شده. این جلسه تا ساعت دیگر برگزار می شود. کاخ سفید که وعده تحریم‌های بیشتر هم داده، گفته نام 5 شرکت ایرانی را به اتهام همکاری با برنامه موشکی این کشور به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. وزیر دارایی آمریکا گفته بهتر است ایران به جای ساخت سلاح‌های ممنوعه برای رفاه مردمش هزینه کند. جمال‌الدین موسوی گزارش می‌دهد. کنگره آمریکا و کاخ سفید، بازوهای قانون‌گذاری و اجرایی بزرگترین قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان، یک بار دیگر به کار افتادند برای فشار بیشتر بر حکومت ایران. یکی از موضوعات بحث سخت تر کردن تحریم ها. فعلا باب کورکر، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا، و سناتور بن کاردن، عضو ارشد دموکرات این کمیته، با جنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ملاقات کردند تا درباره طرح احتمالی تحریم ها بحث کنند. معلوم نیست که این دیدار ارتباطی مستقیم با اعتراضهایی داشته باشد که از ده ها شهر کوچک و بزرگ سر برآورد و تمام هفته اخیر ایران را تکان داد. ولی این اعتراضها واکنش های زیادی را در کاخ سفید و کنگره برانگیخته و رئیس جمهوری آمریکا را برای اعمال فشار بر ایران بیشتر از قبل دلگرم کرده است. دولت آمریکا در سطحی بین المللی هم تلاش کرد تا موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته که آمریکا از معترضان حمایت می‌کند و اضافه کرده که وقتی مردم ایران فریاد آزادی خواهی سر می‌دهند باید در کنار آنها ایستاد. اگرچه روسیه از همان ابتدا مخالفت کرده و گفته که مسائل داخلی ایران ارتباطی با نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد ندارد. در اقدام دیگر استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا در بیانیه گفته که حکومت ایران برنامه موشکی خود را بر رفاه مردم ترجیح می‌دهد و از افزودن 5 شرکت ایرانی مرتبط با برنامه موشکی ایران به فهرست تحریم‌ها خبر داده. شرکت‌های صنایع شهید خرازی، صنایع شهید خانی، صنایع شهید مقدم، صنایع شهید شوشتری و مرکز تحقیقاتی شهید اسلامی که همه جزو مجموعه شهید باکری به حساب می‌آیند. این جلسه اینطور که برنامه‌اش اعلام شده ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، یعنی حدوداً نیم ساعت به نیمه شب در تهران قراره که برگزار بشه. روز سه‌شنبه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت که آمریکا خواستار تشکیل چنین جلسه است و همینطور جلسه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، و قصدشون این هست که در واقع در این جلسه سعی بکنن که اتحاد جهانی، اتحادی که هنوز به اون شکل نتونستن همراه خودشون ایجاد بکنن علیه جمهوری اسلامی، رو تشکیل بدن. در روزهای گذشته ما جسته و گریخته از گوشه و کنار میشنیدیم که کاخ سفید راضی نیست از میزان بیانیه‌هایی که اتحادیه اروپا داده و حتی گفته شد که آمریکا دنبال این بوده یک بیانیه مشترک با اتحادیه اروپا و کشورهای عمده اروپایی بده، ولی اونها حاضر نشدن و گفتن هر کدوم جدا بیانیه میدن. بعضی شهرهای ایران پنجشنبه شب هم صحنه تجمعات و اعتراض‌ها بود. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته فضای مجازی آتش بیار معرکه بود و کلید آن باید دست نظام باشد. به درخواست آمریکا تا ساعت دیگر نشست ویژه شورای امنیت برای بررسی تحولات ایران برگزار می‌شود. واشنگتن 5 شرکت ایرانی را هم به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرده. عربستان سعودی گفته یکی دیگر از موشک‌هایی را که حوثی‌ها پرتاب کرده‌اند در آسمان جنوب غرب کشور منهدم کرده و ریاض بار دیگر گفته این نشان می‌دهد تهران از شبه نظامیان حمایت می‌کند. دو طرف اتهام‌های زیادی به یکدیگر وارد می‌کنند، از جمله کشته شدن یک ماه پیش علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین که به دست حوثی‌ها کشته شد و تهران به دست داشتن در آن متهم شد. ایرج مستاقی پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر از استکهلم سوئد با ماست. آقای مستاقی، الان که 8 روز گذشته، ارزیابی شما چه هست؟ فکر میکنید که به کدام سمت و سو داره میره؟ در هر صورت اون چی که ما در این 8 روز شاهدش بودیم اینه که برای در واقع در اولین بار بعد از دهه 60 هر دو جناح رژیم به دنبال سرکوب این تظاهرات هستند. مردم را اغتشاشگر میخونن و دست خارجی رو در تظاهراتی که عملا هیچ چیزی به جز بیان خشم مردم به مشکلاتی است که در جامعه هست نیست و اینها به اون رو به خارجی ها نسبت میدن. من تصور میکنم در روزهای آینده عملا ما نمیتونیم شاهد یک جنبش سراسری که بتونه به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی منتهی بشه باشیم، اما پیام های بسیار مهمی این تظاهرات داره. اولین پیامش اینه که مردم از نظام جمهوری اسلامی از هر دو جناح گذشتن و ملاحظه میکنیم حتی یک شعار به نفع آقای موسوی و کروبی و رفع حذف دیده نمیشه و این خشم اصلاح طلبها رو برانگیخته. برای اولین بار میبینیم که اونها پیش قدم میشن برای سرکوب و شما امروز سپاه رو نمیبینید، امروز اطلاعیه‌های شداد و غلاظ از طرف اونها رو نمیبینید، نیروی انتظامی جلوی وزیر کشور جلوی و استانداران و معاونت امنیتی استانداران و عملا اینها نشون میده که حتی آقای خاتمی اجازه پیدا میکنه علارغم اینکه در نوعی ممنوع تصویر بوده اینجا میتونه بیاد ریاست مجمع روحانیون مبارز رو به عهده بگیره و اون اطلاعیه علیه مردم رو صادر بکنه و مردم و در واقع تشویق بکنه به امر سرکوب، و چیزی که حتی خود خامنه ای تو این وسط بیرون نیامده. این نشون میده که دو جناح بعد از دهه 60 با هم متحد شدن و پیامی که من میتونم از این بگیرم در کشورهای خارجی میتونن بگیرن اینه که نظام اسلامی با بحران مواجهه. هر چیزی میتونه منجر بشه به یک تظاهرات سراسری، حتی تظاهراتی که در مشهد ساخته پرداخته شد توسط بخشی از نظام به شعارهای ساختار شکنانه همراه شد و صحیح. عملا میتونه مرگ خامنه ای به همه چیز در واقع تشدید بکنه همه مشکلات نظام رو. اما همه که شما اشاره کردید که چندان نهادهای امنیتی و سپاه به ویژه در بعضی موارد که خود فرمانده سپاه بهش اشاره کرده وارد عمل نشدند، این نشان دهنده چه است؟
نشون دهنده اینه که خب خامنه ای هم وارد نشده، ملاحظه میکنید حتی موضع گیری نکرد، گفت بعدها صحبت میکنم، برای اینکه اینها در جنبش 88 به شدت چهرهشون آسیب دیده، مردم دست اونها رو در خون میبینن و حالا میخوان به این ترتیب بلکه با فراموشی روبرو بشه. شما میبینید بسیاری از جانیانی که در دهه 60 بودن امروز مردم نمیشناسنشون، یا نسل جدیدی که اومده آشنا نیست با اون چیزی که در دهه 60 اتفاق افتاد و اون چیزی که در دهه 70 اتفاق افتاد. ما در دهه 90 به سر میبریم و بنابراین اینها میخوان مردم فراموش کنن، نسل جوان فراموش کنن چهره اونها رو که اون چیزی که در دهه 80 اتفاق افتاد. اینه که از پشت هستن، این نیستش که نقشی نداشته باشن، هدایتگر اونها هستن، اونها پشت صحنه هستن، اونها حتی فشار میارن، ولی خب کسای دیگه امروز در صف اول قرار دارن و مردم رو تهدید میکنن به سرکوب. و شما حتی ملاحظه میکنید در جنبش 88 همین اتفاقاتی که امروز میفته اون روز هم میافتاد، ولی هیچ موقع هیچ یک از اصلاح طلبها اون موقع خواهان برخورد با اختشاشگران نمیشدن، ولی امروز همون اتفاقات رو به اختشاش و اختشاشگران و خارجی و خارجی ها نسبت میدن و خواهان سرکوب میشن. ایرج مستاقی در استکهلم، متشکرم از صحبت با ما.